در حالی که جنگ در افغانستان به شدت ادامه دارد، هیئتی که روز گذشته از کابل به قطر رفته بود، امروز در دوحه گفتگوهای خود را با نمایندگان طالبان آغاز کرد. در مراسم آغاز به کار این مذاکرات، دکتر عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت هیچ کدام از دو طرف جنگ با زور و از طریق نظامی به اهداف خود نمی رسد و برای رسیدن به صلح باید هر دو طرف، یعنی هم دولت و هم طالبان، انعطاف نشان دهند. ملا عبدالغنی برادر، رئیس هیئت طالبان، نیز از نظام اسلامی قوی، مستقل و متمرکز برای دستیابی مردم افغانستان به اهدافشان گفت. آتش بس و رسیدن به صلح محور اصلی این گفتگوها گفته می شود. با این حال، یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان در روزهای گذشته گفته بود طالبان در این اواخر آتش بس 3 ماهه در قبال رهایی 7000 زندانی خود و خارج شدن سران طالبان از لیست سیاه سازمان ملل پیشنهاد کردند. یک خواست بسیار بسیار سنگین است که شود تأمین شود، به دلیلی که تنها در مقابل 3 ماه آتش بس تمام این چیزا برشان دوباره داده شود. در این دور از مذاکرات هر دو طرف میز افغان هستند، اما نماینده وزارت امور خارجه آمریکا در امور افغانستان هم در دوحه حضور دارد. زلمه خلیلزاد قبل از آغاز نشست با هر دو طرف هیئت گفتگو کرده است. خلیلزاد 1 سال قبل با توافقی که با طالبان کرد باعث نجات آمریکا از جنگ 20 سالی افغانستان شد، اما جنگ را برای افغانها به ارث گذاشت. طالبان در حالی این بار در پشت میز مذاکره حاضر می‌شوند که در 2 ماه اخیر و همزمان با خروج نیروهای خارجی، آنطور که ادعا می‌کنند، حدود 200 شهرستان و 7 گمرک و گذرگاه مرزی تجاری را به کنترل خود درآوردند. شیرخان بندردی. گزارش‌های میدانی از اوضاع جنگ در افغانستان نیز همزمان با این مذاکرات حاکی از آن است که حتی اندکی کاهش در شدت حملات دو طرف دیده نمی شود. در شبان روز گذشته دولت گفت شهرستان شیخ علی را در استان پروان آزاد کرده است و طالبان هم علاوه بر حمله در چند استان از جمله استان سرپل، مدعی در اختیار گرفتن شهرستان دند در استان قندهار شد. شدت درگیری ها هم اکنون در افغانستان به اندازه‌ای است که در هر شبان روز به طور میانگین 25 استان از 34 استان افغانستان صحنه درگیری های شدید است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.